یک مسلمان با نگاه کردن به ساعتی که توسط پیتر هنلاین اختراع شده فهمید که وقت نمازه با اتومبیلی که توسط کارل بنز اختراع شده به سمت مسجد حرکت کرد به مسجد رسید کفش های کلارکش رو در آورد با آب گرمه آب گرم کنی که توسط ادوین رود اختراع شده ووزو گرفت با کمک برق اختراع شده توسط ادیسون لامپ اختراع شده توسط ادیسون یا تسلا رو روشن کرد با میکروفونی که امیل برلینر اختراع کرد بود از آن گفت بلندگوی اخترا شده توسط یوهن فلیپ رایس باعث شد تا صدای ازان به گوش همه مسلمان برسه مسلمان دستان خود را برای دعا بالا گرفت و اینچنین دعا کرد یا الله کافران و نامسلمانان را به حلاکت برسان و مسلمانان را برانان مسلط بفرما با دو تا منطق میشه به این یارو جواب داد اول منطق خودش یعنی منطق آتئیست و بعدش منطق سالم بشری طبق منطق خودش منم میتونم بگم که یک ملحد اسلام ستیز سوار ماشینش میشه که حرکت موتور اون مدیون ابداع سیستم اتصال میلنگ توسط بدی و زمان جزری پدر علم روباتیک جهانه میبینه که بنزین ماشینش در حال تموم شدنه پس به سمت پمپ بنزین میره و باک ماشینش رو پر از بنزینی میکنه که بعد از ابداع فرایند تقطیر توسط جابر ابن حیان و کشف نفت سفید توسط محمد ابن زکریای رازی توسط شیمیدانهای مسلمان تولید شد سپس به کلینیک چشم پزشکی مراجعه میکنه تا برای چشماش از لنزی استفاده کنه که مدیون اختراعات ابن حیسم مسلمان پدر علم اپتیک جهانه سپس برای پرداخت مبلغ کارت بانکی خودش رو در دستگاه کارتخان میکشه و رمز کارت رو وارد میکنه سیستم رمزی که مدیون روش تحلیل فرکانس پدر علم رمزنگاری جهان یعنی ابو یوسف کندیه سپس به خونه برمیگرده با صدای آلارم متوجه میشه که باتری قابل شارژ موبایلش که توسط دانشمند مسلمان پروفسور رشید الیزمی اختراع شده در حال تموم شدنه موبایلش رو به شارژر میزنه و میره یه دوش بگیره توی همون با استفاده از صابونی که دستورالعمل تهیه اون توسط محمد ابن زکریای رازی نوشته شده و شامپویی که از لطفهای کاکه دین محمد مسلمان هندی به اروپاست خودش رو میشوره بعد موبایلش رو میگیره و به اینترنت وایفای که مرهون تلاش دکتر حاتم زغلول دانشمند معاصر مسلمانه وصل میشه لپتاپش رو هم که سراسر مدیون الگوریتم خارزمی روشن میکنه تا متنی برای ستیز با نور حقانیت اسلام بنویسه سپس برای ضبط ویدیو دوربین موبایلش رو که نتیجه اختراعات ابن حیسن و دستاوردهای او در علم اپتیک روشن میکنه و میگه اسلام بد است مراقب باشید اما حالا با منطق سالم جواب بدیم علم و دین دو مقوله متفاوت هستند دین اسلام نه تنها هیچ تضادی با علم نداره بلکه اونقدر به علم اندوزی توصیه کرده که چنین تمدن طلایی در تاریخ اسلام ثبت شده اگر یک مسلمان چیزی رو اختراع کنه اون اختراع مختص مسلمانان نمونده و برای همه بشره اکتشافات بیشمار جابر ابن حیان هرگز علم شیمی رو منحصر به جهان اسلام نکرد جبر و مسلسات از ابتکارات خارزمی و بدتانیه اما هیچکس نگفت که اینها مختص مسلمان است. اگر یک غیر مسلمان هم دستاورد علمی داشته باشه قطعا اون محصول برای همه بشر قابل استفاده خواهد بود اما پیشرفت علمی لزوما دلیلی بر حقانیت دین یا تفکر اون مخترع یا مختش نیست چرا که عرصه علم و دین با همدیگه متفاوته اکتشاف علمی پرده برداری از اسرار طبیعته چه به دست یک انسان شرقی باشه یا یک انسان غربی هر مخترع و مکتشفی بر اساس معلوماتی که از جهان بشریت و نسل گذشته به یادگار مونده گام برمیداره چه اون نسل گذشته از تیره و نژاد و آین اون باشه یا نباشه البته اینم بگم که بیشتر اختراعات و اکتشافات اروپا نتیجه تحقیقات و مطالعات و دستاوردهای تمدن طلایی اسلامه من اگه بخوام دانشمندان مسلمان و اختراع و اکتشاف اونها رو بگم توی این ویدیو جا نمیشه چند تاشون رو تو کپشن براتون می نویسم که حتما مطالعه کنید ضمنا اون فرض آخر ویدیوی این پسره که گفت مسلمان دعا میکنه که نامسلمانان و کافران را نابود بفرما کاملا اشتباهه و ناشی از جهل یا کینه ایشون نسبت به اسلامه ما برای نابودی غیر و کافرا دعا نمی کنیم بلکه برای هدایتشون دعا میکنیم اما قطعا برای نابودی ظالمان و دشمنان اسلام دعا می کنیم و برای مظلومین و حقجویان از خداوند متعال درخواست نصرت و یاری داریم